داستان‌های جذاب، سوال‌های مهم، پاسخ‌های شما در برنامه قدم به قدم همراه با کتاب مقدس. قسمت دوم، پرسش بزرگ. به نظر شما چرا خدا ما را آفرید؟ آفرید چیه؟ که ما دوست داشت باشیم، خوشحال باشیم و خاطر که بتونیم چیزایی از کلام خداوند یاد بگیریم که دنیا خالی نباشه. میتونم چون که دنیا آدم میخواستش. من اینو نمیتونم، یعنی چیزی تو ذهنم نیست. به خاطر اینکه خدا ما رو دوست داره. کتاب مقدس از چه بخش هایی تشکیل شده؟ کتاب مقدس در واقع تنها یک کتاب نیست. حتما فکر میکنین این یعنی چی؟ در واقع کتاب مقدس مجموعه ای از تعدادی کتاب های زیاده. کتاب مقدس از دو بخش عهد قدیم و عهد جدید تشکیل شده. عهد قدیم شامل 39 کتاب و عهد جدید شامل 27 کتابه که روی هم میشن 66 کتاب. عهد قدیم مجموعه کتاباییه که قبل از تولد عیسی مسیح نوشته شده و ماجراهای قبل از تولد عیسی مسیح رو شرح میده و عهد جدید هم شامل کتابهاییه که ماجراهای بعد از تولد عیسی مسیح رو شرح میده. نکته جالب اینجاست که برای نوشتن یک کتاب معمولاً یک نویسنده داریم، اما کتاب مقدس رو بیشتر از 40 نفر نوشتن. تازه کتابای دیگه شاید 6 ماه، 1 سال و یا 2 سال طول بکشن تا نوشته بشن، اما کتاب مقدس 1600 سال طول کشید تا نوشته بشه. در کتاب مقدس داستان‌های زیادی می‌خونیم که البته همه این داستان‌ها در نهایت به یک داستان مشترک اشاره دارن و اونم داستان خداست و کار بزرگی که او برای ما انجام داده و همینطور کارهایی که قراره در آینده برامون انجام بده. فرزندان خدا. بعد از اینکه خدا همه چیز رو آفرید، نوبت به بهترین ایدهش رسید. او میخواست انسان رو بیافرید. انسان‌ها فرزندان خدا میشدن و قرار بود مانند خودش همیشه در شادی و آسایش زندگی کنند. پس خدا انسان رو از خاک درست کرد و روح زندگی رو در بینی او دمید. خدا برای او مثل یک پدر مهربان بود. خدا از آفریده خودش بسیار راضی بود و اونو خیلی دوست داشت. پس به آدم گفت: فرزندم، همه این درختان و گیاهان رو برای تو آفریدم تا از اونها لذت ببری. اما آدم بعد از مدتی احساس تنهایی کرد. خداوند گفت: همه جانوران و پرندگان رو برای تو به وجود آوردم تا دیگه تنها نباشی. میتونی برای همه اونا اسم انتخاب کنی. آدم برای همه اون موجودات یه نامی انتخاب کرد. این فیل، این یکی بر، این زرافه، اینم شیر، این یکی هم خرگوش و اونم جغ، اینم تمساح. اما اینا که هیچ کدوم شبیه من نیستن، هیچ کدوم که نمیتونن با من حرف بزنن، پس من بازم تنها هستم. زمانی که آدم خواب بود، خدا
خدا همسری برای او آفرید که شبیه خودش بود. پس اولین زن به وجود اومد. اونا همدیگر رو خیلی دوست داشتن و زندگیشون پر بود از شادی و لذت. نه غم بود، نه بیماری. آدم اسم او رو حوا گذاشت. حوا یعنی زندگی. چون قرار بود او فرزندان زیادی به این دنیا بیاره. خدا به همه چیزایی که آفریده بود نگاه کرد و از زیبایی اونا لذت برد. اما هیچ کدوم از آفریده‌هاش به اندازه آدم و حوا برای اون با ارزش نبودن، چون اونا فرزندان خدا بودن. خدا حاضر بود برای نزدیک بودن به اونا براشون هر کاری بکنه. از اینجا بود که زندگی پر از عشق و محبت بین هر سه اونها شروع شد. چرا خدا خلق می کند؟ خدا از معاشرت کردن و ارتباط داشتن لذت می بره. پس اون می خواست موجودی بیافرینه که شبیه به خودش باشه و بتونه با او ارتباط مستقیم برقرار کنه. برای همین ما انسان ها رو آفرید. چون ما شبیه خدا هستیم، پس ما هم از معاشرت لذت می بریم. تصور کنید که یک گلدون بسیار زیبا در خونه دارید و این گلدون گلهای خیلی زیبایی داره و شما این گلدون رو خیلی دوست دارید. اما اگه میتونید با گلدونتون معاشرت کنید؟ آیا گلدون شما با شما صحبت میکنه و شما از تنهایی در میاید؟ معلومه که نه. شما هر چقدرم که گیاهان و حیوانات رو دوست داشته باشید، اما برای معاشرت و ارتباط به انسانهای دیگه‌ای که شبیه به خودتون هستن و خصوصیات شبیه به شما رو دارن نیاز دارید. این دقیقاً همون چیزی بود که خدا میخواست. خدا فرزندانی میخواست که بتونه به اونها عشق ببرزه و اونها بتونن با خدا صحبت کنن. همچنین خدا میخواست تا ما از بقیه آفریده ها و دنیای زیبایی که او آفرید محافظت و نگهداری کنیم. خدا به ما یک هدیه قدرتمند داده که بعضی وقتها میتونه خطرناک هم باشه. این هدیه قدرت انتخاب هست. ما میتونیم انتخاب کنیم که خدا را دوست داشته باشیم یا اینکه او را در زندگی خودمون نپذیریم. خدا به آدم و حوا هم اجازه انتخاب داد. خدا به اونها گفت میتونن به او گوش بدن و اعتماد کنن و زندگی خودشون رو به دستان خدا بدن و تا ابد در شادی و امنیت باشن. متاسفانه اونها انتخاب کردن تا به حرف شیطان گوش بدن. در نتیجه از خدا دور شدن. اونها به حرف خدا که عاشقانه اونها رو دوست داشت بی اهمیتی کرده بودن و قلب خدا رو شکسته بودن. در نتیجه گناه وارد زندگی اونها شد.